در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، باز هم سمت خدا و باز هم سلام من و همه دوستانم در اینجا. خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و به رسم سه‌شنبه ها در محضر حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون که قرارن از تاریخ امیرالمؤمنین و دوران حکومت حضرت بر ما بگن. سلام علیکم و رحمت الله. جای کاشانی خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام و سلام و درود محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا زحمت میکشن، کارشون هم سخته و دیده نمیشه. سلامت ان شاء الله خدا قبول کنه. و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و امیدوارم ان شاء الله تا الان روزشون خلاصه بر خیر و برکت بوده باشه و همین شکلی هم ادامه بده. سلامت باشید. حالتون خوبه ان شاء الله؟ الحمدلله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم. از ویژگی های دوران حکومت امیرالمؤمنین نسب فرمانداران، استانداران هست و نکاتی رو در جلسه گذشته شما اشاره کردید. امروز هم ان شاء الله ادامه همون بحث رو خواهیم شنید و ان شاء الله نکته های ناب شما. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم. البته بنده با اینکه متاسفانه لیاقتی ندارم و خدا لطف کرده اختیار بینندگان عزیز از تعالی راجع به امیرالمومنین صحبت میکنیم. الحمدلله. رسیدیم به اونجا که امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت رسیدن، نکاتی مطرح شد تا رسیدیم به اینکه حضرت برای اینکه کارگزارانی نصب کنن طبیعتاً باید کارگزاران قبلی رو تعیین تکلیف میکردن. بله. تمام کارگزاران اصلی رو حضرت عزل فرمودن. فرمودن اینها چون به ظلم کمک کردن، اینها کمک کردن به اشتباهات، به اشکالات مالی، به بعضی از کشتارها و اینها، تمام اینها من عرض کنم که مسئولین ارشدشون همه عزل میشن. و صفاتی رو هم فرمودن که به اینا عرض کردیم، اسم اینا رو گذاشتیم صفات سلبی که بعضی هاشو عرض کردیم خدمت شما بخشایش همون. من اینا رو خیلی سریع عرض کنم تا اینکه یه نکته خورده حساسی خدمت شما تقدیم کنم که نگاه ما رو به مسئله تغییر میده. همونطور که قبلا تقدیم شد، حضرت امیر به بعضی از بزرگان اصحاب فرمودن که به این تقسیم غنائم به این شکلی که من این کار رو مساوی تقسیم میکنم راضی باشید و بدونید که من هر کسی رو حاکم خودم، مسئول خودم، کارگزار خودم در شهر و استانها قرار نمیدم الا کسانی که از دین اونها و امانت داریشون راضی هم. یعنی نباید خیانت در امانت کنه و نباید اشکال دینی داشته باشه. بله. نکته مهم اینجاست، اینجا منظور حضرت این نیست که دین او مورد رضایت من باشه. طبیعتاً منظور حضرت اینه که دین او مورد رضایت مردم باشه. یعنی چه؟
یعنی حداقل دینداری رو داشته باشه. چرا؟ چون حضرت در یه دورانی است که بین او و بین مردم دره عمیقی فاصله افتاده و مردم خود امیرالمومنین هم نمیشناسن متاسفانه. اینجا منظور حضرت این نیست که بعدا من کارگزاران انتخاب میکنم با ایمان کامل 100% شیعیان، نه، بعضی از کارگزاران حضرت اینطوری نیستن که میزانشون مثلا من باشم. بله، در واقع امیرالمومنین دنبال اینن کسی که، چون حضرت علم باطن هم دارن، تازه حضرت نمیخوان کسی که باطنن سالمه رو انتخاب کنن، چون دیگه اصلا الگو نمیشن برای ما. حضرت میخوان کسانی رو انتخاب کنن، جلسه گذاشتم در مورد معاویه عرض کردم، که مردم، افکار عمومی، اونها رو آدمهای دیندار و اهل امانت داری بدونن. شبهه مالی رسمی نباید پشت سرشون باشه. یه سابقه فاجعه‌ای نباید در افکار عمومی باشه. حالا امیرالمومنین بخواد اون فرد رو بشناسه و بپسنده، معیارای حضرت سخت‌تره. بله. ولی حضرت مجبوره که به اندازه فهم مردم عمل کنه. و عرض کنم خدمت شما این مهمه که کسی فاسد قلمداد نشه. حتی ممکنه فردی باطنن فرد خوبی نباشه، ظاهر سازی کن. کما که الان مردم عزیزمون ممکنه بنده رو نشناسن، یه ظاهریه که ممکنه فکر کنن بالاخره یه آدمی است و یه ظاهری داره و مثلا به چیزهای مقیده، ولی ممکنه خدای نکرده اینطوری نباشه. حضرت میخوان بیان کنن این ظاهره برای مردم مهمه، چون منی بخوام از پیچ دقت و سختگیرم رو سفتر از این کنم، خود مردم هم تحمل نمی کنن. لذا اینجا حضرت مجبورن با قدری مسامحه برخورد کنن. ولی خب مواردی رو بیان میفرماد. مثلا من تند اینا رو عرض میکنم، چون بحثمون یکم مفصله و آخر بحث خیلی مهمه، انشالله که جا نمونه. مثلا در خطبه 131 حضرت میفرماد که چون خطبه طولانیه و نکاتش زیاده و من یه خورده نگران اصل بحثم که تکه آخرش جا نمونه، بره هفته بعد، خیلی جلسه بعد باید آنچه گذشت بگیم، من خطبه 131 رو خیلی تلخیص شده میگم. عزیزان به نهج البلاغه شریف رجوع بفرمایید. مثلا حضرت میفرماد من کسی رو که بخواهم والی قرار بدم، سرپرست قرار بدم بر ناموس مردم، بر خون مردم، بر غنائم، بر احکام شهر، بر رهبری امت، باید ویژگی هایی داشته باشه. بخیل به درد نمیخوره. چرا؟ چون خودش ولع داره برای اینکه اموالو به سمت خودش جذب کنه، نم پس نمیده، بیت المال هم میخواد برای خودش نگه داره، این اموال خودش. بخیل خوب نیست، یعنی از صفات کارگزار بخیل نباید باشه، نه صفات سلبی. جاهل نباید باشه، گمراه میکنه مردم، مسیر تو مردم رو تو چاله میندازه. ظالم نباید باشه، چون که ارتباط مردم رو با مسئولین قطع میکنه، دل مردم رو از دولت جدا میکنه. نباید اهل پارتی بازی باشه، یه قومی رو، یه گروهی رو، یه جمعی رو، یه فامیلی رو به بقیه ترجیح بده. نباید اهل رشوه گرفتن باشه برای حکم شرعی، برای قضاوت، برای مثلا فرض کنید که یه کار اداری. عرض کنم خدمت شما که نباید سنت پیغمبر رو معطل کنه، یعنی باید کارگزار دولت اسلامی کنار کارآمدیاش حتما به دین توجه داشته باشه، بخشی از احکام دین رو معطل نکنه که امت هلاک بشن. حالا مفصل عزیزان مراجعه میکنه. دیگه چی نباید باشه کارگزار؟ فرمود آفت الاعمال عجز العمال، ناکارآمدی و ناتوانی کارگزاران این آفت کارهاست. باید آدم کارآمدی باشه به صورت نسبی. حالا بله ممکن 10 تا کار میکنه یکیش نمیشه، ولی به صورت کلی باید آدم توانمندی باشه. این جزء شاخصهای او باید باشه. یا فرمودن که در امورت اتکا نکن به آدمای تنبل، آدمایی که 4 ساعت اگر مثلا شل کار میکنن خیلی هم به چشمشون میاد. اگه آدمی میخواد زندگی عادی کنه و تناسایی کنه، خب بره زندگی عادی بکنه، کسی باش کاری نداره. بله، مسئولیت که میگیره شرایطش خیلی متفاوت، یعنی روحیه جهادی در واقع. همینطور، روحیه جهادی برای مسئول از ضروریاته، برای مردم از فضائله. برای مردم نپذیر، برو زندگی تو بکن. بنده یه خانواده با خودم 4 نفری باید اداره کنم، مسئولیتم 4 نفر. خب اگر بیام بار 100,000 نفر رو به عهده بگیرم، از 100,000 نفر باید وقت بذارم. بله، کار کنم. بله، لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار زاهد زندگی میکرد در قبل از حکومت داری، ولی وقتی حاکم شد مردم دیدن چقدر افت کرد، باز لباسش تغییر کرد.
قبلش امیرالمومنین خب وضع مالی حضرت خوب بود، همش هم میبخشید، خیلی هم زاهدانه زندگی میکرد، خیلی ساده زندگی میکرد، اما اهل تفاخر نبود امثال اینا. اما وقتی حاکم شد اینقدر ساده زیستی حضرت افزایش پیدا کرد، تعجب میکردن مردم. ولی ما میبینیم تو مدل زندگی ماها، عرض کنم خدمت شما که برعکسه. ببینید من نمونه به شما عرض کنم، یه عزیزی از دوستای بنده یه مسئولیتی گرفته در یکی از سه قوه، میگفت اومدن رو من صحبت کردن که خب ماشینتون چی باشه، رانندتون چطور، تیم حفاظت، خودتون کسی رو میپسندید ما براتون انتخاب کنیم؟ گفتم نه، من اینجایی که هستم خب طبیعتا بنده رو احتمالا ترور نخواهند کرد. یعنی اولین چیزی که ساختار بروکراسی گاهی برای ما درست میکنه این که حالا که حاکم شدی تشریفاتت افزایش باید پیدا کنه، محل زندگی زندگیت باید متفاوت بشه. آره مثلا طبیعی هم هست اون بنده خدای مسئول مثلا تشریفات و اینا هم اونم میخواد به وظیفش عمل کنه. بله. مثلا شما راحت باشید، خب ماشین چی باشه، حالا نمیگم خیلی آنچنانی ولی از همینا، شما چیزی مد نظرته، راننده خاصی، نمیدونم محافظی. بله روشنه. آره میخواد کارشو بکنه اونه. این بنده خدا ما انقلاب کردیم که مسیر اهل بیت رو بریم. یعنی چه؟ یعنی بله یه جایی مثلا دانشمند هسته‌ای میدونیم در لیست تروره، اون بعد مثل چشممون بلکه برات ازش حفاظت بهش باشه. یا مثلا فرض کن مسئول ارشد میدونیم که حتما دنبالشن، اما تو غیر از این موارد که تعدادش زیاد نیست. یه وقتی هم یه مسئول عزیز امنیتی فرموده بود که اونایی که خطر ترور براشون هست زیاد نیستن. خیلی امیرالمومنین چجوری شد؟ امیرالمومنین وقتی حاکم شد ساده تر شد، یعنی برعکس. نه اینی که حالا که حاکم شده بالاخره تشریفات بیشتر. بعد. البته بعدا عرض خواهم کرد امیرالمومنین هم محافظ داشت. ببینید ما نمیگیم خلاف عقل عمل بشه، اصلا امیرالمومنین هم افرادی از او حفاظت میکردن، یعنی جوانب احتیاط، جوانب احتیاط رعایت میکرد. ما نمیخوایم مثلا چشممون رو ببندیم، ما چند تا شهید بهشتی مگه داریم؟ یعنی نباید عرض ما به این سمت بره که دارایی هامون رو، شهید شهریاری هامون رو راحت عرضه کنیم، راحت عرضه کنیم از دست بدیم، ابدا. اما این نباید بهانه بشه که یه کاشانی هم حالا یه برنامه میاد اینم براش، یعنی این جایگاه من خطری نداره عرفا. حضرت ساده تر شد، لذا فرمود که به آدمای تنبل اتکا نکنید، آدمایی که یه سانس یه 8 ساعت کار میکنن به چشمشون میاد. حضرت فرمود کار امروز به فردا نگذار. ساعت کاری داره مسئول دولت اسلامی؟ نداره. میای کارهایی که بعد امروز انجام بشه باید انجام بشه ولو امروز به فردا وصل بشه. یعنی نپذیر اگر این روحیه رو در خودت میبینی بیا جلو. نپذیر، اصلا نپذیر. و بعد فرمود من خان وزیره فساد تدبیره. خیلی اهل تدبیره ولی چون وزیرش، کمککارش، مسئولین زیر دستش اهل خیانتن، تدابیر اینم خراب میشه. یعنی یه تدبیری برای معیشت مردم میکنن، عرض کنم محضر شما که مثلا عرض رو روی یارانه قرار میدن که به طبقات محروم مثلا اون مایحتاج اصلی خیلی گرون نشه، اون نیروی زیردست ممکنه خدای نکرده یه کاری بکنه، خیانت بکنه، همه این تدبیرها رو خراب کنه، فشار به مردم بیشتر میشه یک کمی وسط. بله حضرت اینا نباید باشه. خیانت، تنبلی، ناکارآمدی، قبلیا، بخل، ظلم، رشوه گرفتن، فامیل بازی، پارتی بازی، بی‌توجهی به دین. بعدی فرمود کذب و سفیر، دروغگو اگر باشه زیردستت، حضرت داره به مالکشتر میفرمازه ظاهرا و به کارگزاران، اگر کارگزاری زیر دستات دروغ میگن، یولد الفساد، اولا فسادزاست، یفوت المراد، تو رو به خواستت نمیرسون. حضرت زهرا هم فرمود به مردم مدینه، فرمود شما با علی بیعت نکردید دنیای آسونی داشته باشید، دنیاتون هم خراب کردید. بعد فرمود ابشروا بسیف انصاره، شما می‌خواستید به امنیت برسید نجنگید، علی رو کنار گذاشتید رفتید سراغ کسی دیگه. ابشروا بسیف انصارم، بشارت باد بر شما، خواهید دید که تیزی شمشیرها به بدنتون و بدن خانوادتون خواهد خورد، چون از دامن حقیقت امن و امان امیرالمومنین رفتید جای دیگه.
یعنی دروغ بگی فکر نکن که اونم حاکم، مردم دروغ بگن خیلی بده، حاکم، استاندار، وزیر، وکیل، مسئولین دروغ بگن این بسیار خطرناکه. و حضرت فرمود که دوراندیشی رو از بین میبره و اصلا ارتباط رو بین مردم و دولت رو خراب میکنه. اینا گوشه های از این که صفات سلبیه، اینا رو حاکم نباید داشته باشه. حالا یه نکته خیلی حساسی میخوام بگم، انشالله که خدا من کمک کنه و امیرالمومنین بتونم درست بیان کنم. ما نگاهمون به امیرالمومنین صلوات الله علیه گاهی آنچه دوست داریم باشه هست، نه آنچه حضرت بوده. خدای نکرده یه وقتی ممکنه با اون امیرالمومنین واقعی طرف بشیم نپسندیم. چرا؟ چون زندگیمون و افکارمون رو تنظیم کردیم با آنچه در ذهن داریم. و یکی از بانیان این موضوع در 100 سال اخیر یه شخصیت بسیار برجسته است در دوره پهلوی که ایشون انقلابی محسوب میشد، دانش آموخته عرض کنم فرانسه بود، بیان بسیار گیرایی داشت، خیلی پرحرارت بود، سخنرانی های 2-3 ساعته داشت که میخکوب میشدن مردم، در کوبیدن مارکسیسم و از بین بردن بنیانهاش هم زحمت کشته بود. دشمنان سرسخت و دوستان سینه چاک افراطی. کی؟ یه بزرگواری که حالا من به نظرم اسمشو نگم بهتره که صفتشو عرض کنم. ایشون وقتی از امیرالمومنین صحبت میکرد، امیرالمومنین ایشون خیلی زیبایی ها داشت، ظلم ستیز، عدالت خواه، ایدئالگرا یعنی آرمان خواه، یه اسطوره بود امیرالمومنین. اینا همش درست. خیلی ها حتی بعضی از عزیزان علمای حوزه ایشون رو نقد میکردن برای بعضی از افکار ایشون که نسبت به علامه مجلسی داشت، نسبت به مثلا تشیع، نسبت تشیع صفوی و اینا داشت، خیلی میکوبیدن او رو، بعضا هم درست میگفتن. اما یه اشکالی در نگاه ایشون بود، حتی از نگاه منتقدان حوزویش بعضا مخفی موند. یعنی اونها با او در موضوع تشیع صفوی و علوی دعوا داشتن ولی متوجه نشدن، ولی متوجه تعاریف ایشون از امیرالمومنین نشد. و این شد در واقع فکر رایج جامعه ما از امیرالمومنین. یعنی امیرالمومنین که بسیار زیبایی ها داره ولی یه گوشه های از زندگی او دیده نشد. لذا فیلم و سریال و اینا هم که راجع به امیرالمومنین ساخته شد روی این، حالا خواسته یا ناخواسته، با اشراف به این که افکار ایشون هست یا نه نمیدونم، روی این تفکر بنا شد. مثل سریال امام علی سلام الله علیه که بسیار سریال ارزشمندیه، واقعا نقاط قوت فراوانی داره، جز کارهای فاخره تلویزیون ما بود. مالک اشتری رو مردم معرفی کرد که تا عمق جان مردم نفوذ کرد و همچنان موندگار. بله بسیار نقاط قوتی داره، ولی اون خلاها اینجا هم هست، حاصل اون نگاهی است که همه جامعه داشت. مثل چی؟ مثل این که امیرالمومنین صلوات الله علیه قائلن تو این القا میشه، حتی یه جایی از زبان عمار تو اون سریال گفته میشه که چرا علی اقدام نمیکنه، میگه علی نگاه میکنه، یا عدالت محضش من میگه، یا عدالت یا کنج عزلت. یعنی یا حکومتی میاریم امام زمانی 100% یا نه، یا 100 یا 0. این خطرش اینجاست که ما خیال میکنیم بعد قبل از امام زمان حکومتی که برپا میشه بی اشتباه باشه، بی خطا. بله ولی ما معاذالله اصلا خطا به امیرالمومنین که نسبت نمیدیم، ولی امیرالمومنین که یه تنه اداره نمیکنه، مجموعه کارگزاران داره، فکر میکنیم یا عدالت محض، حق محض، یا اصلا یعنی چی یه خطا باشه، یه کارگزار فاسد، این دولت فاسده بذاریم کنار. یعنی با اون نگاه تمامیت خواهانه غیر همه جانبه گرایانه بعضی خلاها به وجود میان. دو تا اتفاق میفته. بعضیا که میخوان، این درد برای من، بعضی از عزیزان انقلابی برای اینکه بعضی از اشکالات امروز جمهوری اسلامی رو که رهبر معظم انقلاب فرمودن بابا جان این 40 سال که گذشت گام اول بود، تازه گام دوم این بیانیه فوق العاده مهم رو دادن و ما تا رسیدن به اون زمانی که امام زمان ارواح و نافذا تشریف بیارن هزاران گام
لزوماً نه 40 سال 40 سال، بله، هزاران گام در پیش داریم، یک قدم برداشتیم. من همیشه به عزیزان میگم وقتی میخوان بگن این چرا چه دولت اسلامیه، میگم صبر کن، مذهب شما چیه؟ میگه تشیع. میگم شما شیعه با صفات مورد پسند امیرالمومنین؟ میگه نه. میگم پس چرا به خودت میگی تشیع؟ میگی شیعه. خود من میگم شیعه هستم، یعنی آرمانم تشیعه. ولی از الان حامد کاشانی تا یه شیعه حسابی هزاران هزار کیلومتر فرسنگ ها فرسنگ فاصله است. آرمانمون دولت اسلامی، آرمانمون تشیعه. یعنی تازه ابتدای راهی قرار گرفتیم که به اون قله برسیم. لذا بعضی از عزیزان انقلابی برای دفاع از بعضی از خلاهای امروز که غیر قابل انکاره، گاهی یا عذر میخوام برای ماست مالی، بخشهایی از حکومت امیرالمومنین رو وام میگیرن که این خطا رو باهاش عرض کنم پوشش بدن. این خطاست، ما باید اون رو ببینیم، به سمت او حرکت کنیم. این قطب نما علامت انحراف مسیر بده، برگردیم. از اون طرف عزیزانی که انقلابی نیستن، برای اینکه انقلاب رو بکوبن بعضیا، حکومت امیرالمومنین رو مطرح میکنن که حکومت فعلی رو با قیاس با امیرالمومنین بزنن، که اینم خیلی ظلمه. شما خطبه امیرالمومنین ببینی، بعد سخنرانی کاشانی رو با اون مقایسه کنی. آخه خب از اول آقا چرا منو دعوت کردید؟ خب اصلا من نمیتونم به سمت بیانم به سمت امیرالمومنین باشه. و جالبه اگر شما بگی آرمان ما حکومت امیرالمومنین، میگن مقایسه نکنید معصوم با غیر معصوم، ولی خودشون برای کوبیدن انقلاب مقایسه میکنن معصوم. بله. هر دو خطاست. اونی که مهمه اینه که ما تلاش کنیم، و من امیرالمومنین رو شاهد میگیرم که بنام بر اینه که سعی کنم، نمیگم موفق بودیم، سعی کنیم امیرالمومنین رو بشناسیم، بعد حال امروزمون رو با اون معیار و قطب نما بسنجیم، انحرافمون چقدره، به سمت اون نزدیک بشیم. هلی اگه اون شناخته نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. ابدا اینطور نیست. ما اصلا تا آرمان و الگو نداشته باشیم به کدوم سمت بریم؟ ضعف‌ها و قوت‌ها رو نمی‌تونیم تشخیص بدیم. اصلا به کدوم جهت بریم؟ باید یه چیزی دوردست داشته باشیم به سمت او حرکت کنیم. لذا بعضی از توقعاتی که ما از حکومت داریم، یه وقتی با اون نگاه اون برادری که از دنیا هم رفته زمان پهلوی، اون دانشمندی که عرض کردم، گاهی اگر خود امیرالمومنین واقعی به اونا نشون بدی، ممکنه بگن بهش انقلت کنه. یعنی بگیم حتما امیرالمومنین همه کارگزارانش همه ترازن. ترجمه میکنه. نه. امیرالمومنین صلوات الله این صفات سلبی رو فرمودن، ولی موقع انتخاب به اندازه افراد موجود باید انتخاب کن. عزیزی برای دخترش خواستگار میاد یا برای پسرش میره خواستگاری. اگر بخواد ایدئال رو در نظر بگیره، هیچ وقت ازدواج امکان نداره. بالاخره مصلحت اندیشی میکنه، یعنی بین این گزینه‌های موجود بررسی میکنه، اهم و فل اهم میکنه، اولویت بندی میکنه، انتخاب میکنه. خیلی کم پیش میاد کسی بگه من ازدواجی کردم با تمام معیارهای من 100% منطبق بود. خیلی عجیبه. شدنی نیست. حالا حضرت از بین این آدما میخواد آدم انتخاب کنه دیگه، کارگزار نمیتونه از جای دیگه وارد کنه که. توجه میفرمایید. بعضی از این صفات سلبی تو ذهن ماه، مثلا دقت بفرمایید، اینجا از اون جاییه که میتونه بحث جنجالی باشه، من سعی میکنم روشن بگم ان شاء الله دقیق جا بیفته. مثلا فرض بفرمایید آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه توقع داشته باشیم حتما همه کارگزاران شیعه 12 امامی یا شبیه شیعیان 12 امامی با ایمان راسخ کامل باشن؟ خیر، همه کارگزاران حضرت اینطوری نیستن، چون اصلا حضرت برای یک جامعه شیعه حکومت نکرد، نمیکنه، برای یک جامعه ای که خودش رو معصوم نمیدونه. بیا مثلا آیا حتما باید کارگزارا فقیر باشن؟ نه، باید پولدار بیاریم. اگر مثلا فرض کنیم یه کارگزاری وضع مالیش خوب، ماشینش 3 میلیارده، حق انتخاب او رو داریم یا نداریم؟ خب اینا بوده دیگه. اون زمان مثلا فرض کنید دور از محضر شما شطوری بود که همین قیمت معادل امروز بود. نه، فقیر بودن جزء ملاک های کارگزار نیست و ثروتمند بودن جزء صفات سلبی نیست. چی هست؟ اون اینه که این کارگزار اگر ثروتمند هم هست، همونجور که در مورد امیرالمومنین عرض کردیم، به حکومت که میرسه تبختر و تفاخر و
عرض کنم خدمت شما، استفاده از اموالش رو باید کاهش بده، برعکس که بخواد بیشتر هم بشه. حالا من مثال روز زیاد دارم نمیزنم، نمایش ثروت نباشه، نمایش ثروت بلکه باید افت کنه. شما هرچی داری انشالله که حلال، اگه حلال نیست که باید محاکمه بشه. اگر حلاله، حالا که حاکم شدی نمیتونی با همه این مظاهر ثروتت، انگار به من یه ارثی رسیده 10,000 میلیارد تومان، آیا من رو نباید به پستی منصوب کنن؟ چرا؟ اگر من شایستگی دارم به جرم ثروتمند بودن، حالا من نیستم مثال میزنم، به جرم ثروتمند بودن نباید او رو کنار گذاشت. اما اون ثروتمند وقتی به یه مسئولیتی میرسه نباید با همه این قبل زندگی کنه. یعنی استفاده از دارایی های حلالت رو هم باید محدود بکنی، به شدت. حالا از جمله حضرت خیلی زیباست، مثلا حضرتی که از ثروتمندترین افراد زمان خودش قیس ابن سعد ابن عباده رو که بعدا عرض خواهیم کرد، عرض کنم به فرمانداری یه جای بسیار مهم مثل مصر فرستاد، بسیار ثروتمند بود، حیرت انگیز. یعنی ثروتمند بودن جزءه، چون امروز ما گاهی میبینیم وزیری میره مجلس مثلا برای اعتماد، میگن آقا این انقدر پول داره، انقدر پول داره علامت بدی نیست، مدل زندگیش و نحوه کسب ثروتش مهم. بعدن حضرت فرمودن که این وقتی کارگزار میشه نباید یه جوری زندگی کنه، نباید یه جوری رفت آمد کنه که وقتی مردم او رو میبینن ناامید بشن، میگن نمیفهمه ما رو. اگر هم ثروتمنده باید یه جوری زندگی کنه در دوره مسئولیتش که مردم حس کنن اونا رو درک میکنه. بله همزاد پنهان. یا حضرت فرمود که زندگی خودت با مردم فاصله توی کاری نکن، مردم تو رو نبینن، تو رو نبینن شایعات در مورد تو رو باور میکنن، یعنی لابد این در برج عاج در کجاست، اونم زندگیش چیه، حتی این نباشه. لذا ثروتمند بودن اب نداره، اگر حلال باشه و اگر دل نسوزونه، اگه در دوره مسئولیتش مرد این باشه که اینها رو ازشون استفادهش رو حداقل برسون. یا فامیل بودن، الان مثلا اینکه از فرض بفرمایید که دعواهایی که ممکنه گاهی افشاگری بشه، اینا با هم نسبت دارن، مثلا اون قبلیه ممکن افشاگری بشه، فلان مسئول فلان کارخونه رو داره، این افشاگری نیست، افشاگری اینه که فلان مسئول فلان کارخونه رو داره، با رانت به دست آورده، به حرام به دست آورده، تبختر داره میکنه، مثلا دلار 4200 تومانی سوء استفاده که اینا بده، نه اینی که ثروت داره فقط. یا فامیله، لو بره یه نفر فامیل یه نفر، البته بگم امیرالمومنین مخفی نمی‌کرد اینا، امیرالمومنین در 3 دوره 3 پسرعموی خودش رو به 3 استان بزرگ، به مکه، به یمن و به بصره، 3 برادر از فرزندان عباس رو فرستاد. اون پسرعموی حضرت بود. یعنی اگر یه نفر نوع عدالت خواهش این باشه که پسر عمو ممنوع، باید امیرالمومنین اعتراض کنه. نه، اولا این افراد شایسته ای هستن، توانمندن، شرایطو دارن، درست شد؟ ثانیا حضرت هم کتمان نمیکن. یعنی اگر اون شرایط رو دارن چه اشکالی داره حالا فامیلت باشن؟ بله، اگر گاهی ممکنه این فرده بدشانسی فامیل منه ولی شایسته ترینه، کس دیگه نیست. حتی بگم معمولاً اینجوری نیست. بله، معمولاً در بین فامیلای ما همه آیکیو های عالم تو فامیلای ما نیست، خلاص ایکیو ها فقط تو فامیلای ما نیست، دقت میکنی، ژن خوب فقط تو فامیلای فلان مسئول نیست، میدونیم اینو، ولی ما تو نقد باید دقت کنیم که بگیم فامیل سر کار آورده. اگر اون فامیلی که سر کار آورد ابن عباسی بود که اصلا یا هر جا حاضر می شد محور مجلس می شد، کسی اصلا به امیرالمومنین اعتراض نمیتونست بکنه، یعنی توجه ها سمت این نسبت نمی رفت. بله، ما مشخصه، کمان که امیرالمومنین فامیل پیغمبر، یعنی خب شما ببینید عزیزان ما تصویرشون از امیرالمومنین و حضرت زهرا، فرض کنید حضرت زهرا دختر پیغمبر نبود، پیغمبر همین کارهایی که در مورد حضرت زهرا فرموده بود بیاناتش بازم بیان میکرد، چون حضرت زهرا سلام الله علیها فضائل و کرامات اخلاقی معنوی علمیش عبادیش به خاطر اینکه دختر پیغمبره که فقط نبود، یکیش این بود. بله یکیش این بود و مهمترش چیزهای دیگه بود، مهمترش اون شخصیت عظیم و شأن بود. لذا اینی که یه نفر فامیل باشه اب نداره، البته امیرالمومنین کتمان نمیکرد. یا پسرخونده خودش محمد بن ابوبکر رو فرستاد بعد از قیس مصر حتی. پس فامیل بودن جز صفات سلبی نیست. نیست،
بله اگر خدای نکرده افرادی شایسته ترن یا حتی هم ارز اون از غیر انتخاب میکنه. لذا این تعبیر غلطه که بگیم امیرالمومنین برای اینکه متهم به فامیل بازی نشه از امام حسن امام حسین استفاده نکرد. امیرالمومنین پسرها موج استفاده کرد. امام حسن امام حسین رو امیرالمومنین ذخیره خدا بعد از خودش میدونست. کمون که خاطرتون باشه عرض کردیم وقتی امام حسن تو جمل رفت به سمت جملی ها حضرت فرمود املکو انی هذا الغلام، نگهش دارید. نه برای اینکه حضرت دفع شبهه بکنه، چون حضرت میخواست دفع شبهه کنه چند نفر دیگر هم انتخاب نمیکرد. پس گاهی ما به خاطر اون نگاهی که همه جانبه نیست یه توقعاتی داریم، بعد این دقت بشه روش. بعد از این مرحله امیرالمومنین صلوات الله علیه، یکی دیگه هم بگم جالبه، مثلا آقا حقوق کارگزار باید چقدر باشه؟ کارگزارا باید در فلاکت زندگی کنن؟ نه، اتفاقا بعدن خواهیم گفت که سیستم نظارتی باید خیلی شدید کار کنه. شدت نظارت امیرالمومنین در درجه اول رو کارگزارانش، بعد جبهه دشمن. یعنی اطلاعات و نیروهای اطلاعاتی رو خرج کارگزارانش میکنه اول و بعد دشمن، حواسشون بنا باشه. اما اینکه از اون طرف هم افراد کنیم، یعنی در فلاکت، بله، بالاخره کسی که مسئوله آدم‌های عرض کنم مراجعه کننده به او هم زیادن، باید میزان درآمد او به اندازه‌ای باشه، عبارت ازت میخونم، هم در مورد قاضیان فرمود هم در مورد کارگزاران، که اینها دیگه در اولیات زندگیشون گیر نباشن. جالب اینو امیرالمومنین میفرماند، امیرالمومنین به مالک این نامه منصوبشون که مشهوره میفرماند اسبغ علیهم الارزاق، ارزاق این کارگزاران اسبغ یعنی فراوان کن، نه اینکه اسراف کنن، نه حقوق نجومی، نه 100 برابری و 80 برابری 60 برابری. فان ذلک قوه لهم، بالاخره این بعد صبح تا شب میگیم شبانه روزش درگیر باشه، روحیه جهادی، بله، خب دیگه ذهنش بالاخره، اینم زن و بچه‌اش. فقط مثلا فرض کنید که یه وقتی ما رفته بودیم خرید کنیم، من یه خورده مثلا هویج و اینا خریده بودم، ای آقا مثلا، بله آقا، بالاخره بالاخره زن و بچه‌اش قضا میخوان، زندگی دارن، نه اینی که اشرافی زندگی کنن، که البته اینم یه وقت باید توضیح بدیم که ما گاهی با این کلمه اشرافی بهتان میزنیم به مردم. هم اشرافیت بده، هم اتهام ناروای اشرافیت به کسی زدن. عدالت خواهی به این نیست که با بهتان به کسی بزنیم، خیلی باید دقت کرد، یعنی حق خیلی مرزش باریک. حضرت فرمود که قوت ایناست الاستصلاح انفسهم، که اینا بتونن کار کنن، وگرنه نفسشون خدای نکرده اینا رو فشار بهشون میاره، خرج بچهش مونده توش، خب این مجبوره کار دیگه ای بکنه، یعنی آدم ها رو تضعیف میکنه، یعنی تأمین باشن و غنن لهم ان تناول ما تحت ایدی. نمیگن حضرت به اینا 100 برابر دیگران بده، ولی یه قدری بده که این پولی که بالاخره پول دستشونه، بودجه خارج از شمول دستشونه، بالاخره امکان تخلف برای اینا بیش از مردم عادی هست، احتمال هست و امکانش بیش از مردم عادی. یه کاری کن که اینا چشم سیر باشن و حجت علیهم ان خالفوا امرک، و اگر یه وقتی هم خطا کردن حجت داشته باشی، میگه آقا من گرفتار بودم و شبانه روز اونجا کار میکردم. و عرض کنم خدمت شما، یعنی امیرالمومنینی که واقعی است با اون که در ذهن ماست کمی متفاوته. بله، حالا اون بحثی که میخوام بکنم، یه بحثی رو رد میشم این هفته بعد عرض خواهم کرد، که امیرالمومنین صلوات الله علیه اوصاف ایجابی هم اضافه بر اینا برای کارگزاران فرمودن، مثلا از یه خانواده با اصل و نسب باشه. البته اینا اولویت بندی داره دیگه، یعنی خوبه که اینطور باشه و مواردی که انشالله بعدن عرض میکنم، تا برسیم به انتخاب کارگزاران حضرت. وقتی حضرت کارگزاران رو میخواست انتخاب کنه، قبلش عرض کردیم همه رو عزل کرد، یه نفر رو عزل نکرد. اون یه نفری که عزل نکرد، عرض به حضور مبارک شما، که ابو موسی اشعری بود، والی کوفه. خب چند تا نکته. ابو موسی اشعری چه شخصیتی بود؟ شخصیتی بود که خیلی خوش صدا بود، یه حالات معنوی هم داشت، اصلا یه تیپ لباس خاص داشتن. مثلا فرض بفرمایید آدمایی که اهل طریقت و تصوف و اینان چطورن، یه مشربی دارن،
ایشون اصلا یک کلاه خاصی داشت و طرفداراش هم همینطور، گفتن اصحاب البرانس بهشون. اینا یه برنوس، یه مدل کلاه و سرپوش خاص داشت، ظاهرش متفاوت، یه مرامی داشت، خلاصه قرائت خوشی داشت، صدای خوبی داشت، یعنی همه اینا جزء جذابیت‌های شخصیتیش. بله، چون ایشون جزء سران قاریان که میشن علمای طراز اول اون زمان هست. مردم او رو به دزدی نمیشناسن، مردم او رو به خیانت نمیشناسن، مردم او رو به بیدینی نمیشناسن. اما حالا اون اشکال دینی داره یا نه، او متهم جزء کسانیه که رسول خدا رو در اون شب تبوک میخواستن ترور کنن، متهمه. بله، یه روز حذیفه گفتش که، حذیفه همون کسی است که ناقه پیغمبر رو به دست گرفته بود. ما قبلا هم عرض کردیم که امیرالمومنین به خاطر وجود منافقین زیاد پیغمبر اکرم فرمود انت منی به منزله هارون من موسا، علی جان تو بمون مدینه. منافقین گفتن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که از پیغمبر محافظت میکنه تو مدینه است، بریم پیغمبر رو ترور کنیم. رفتن پیغمبر رو ترور کنن، ناقه به دست حذیفه بود، پشت سر هم محافظ عمار بود. اینا هم که ترسو بودن تو جنگ‌های مختلف، تا رسیدن این دوتا رو دیدن در رفتن. پیغمبر اکرم اسامیشون رو به حذیفه فرموده بود و حذیفه بین مسلمین، چه شیعه چه غیر شیعه، به کسی که اسامی منافقان را میشناسد معروف است. یه روز حذیفه گفتش که یه نفر دو نفر دارن میان توی مسجد پیغمبر که یکیشون منافقه. مردم هم نگاه کردن کی داره میان، دیدن ابن مسعود و ابو موسی. بعد گفت من در بین اصحاب پیغمبر با مرام و خلاصه کسی که بر مسیر روش پیغمبره مثل ابن مسعود کم میشناسم. از این رفع اتهام شد. لذا عمار میگفت من یه حرف سنگینی در مورد تو از حذیفه شنیدم. اما اینا خواستن که اینا رو میدونن. عموم مردم حاج آقا التماس دعا بفرمایید امام جماعت محاسنی و حالتی، یعنی و اون نکته که ابتدای برنامه شما گفتین که حضرت به باطن عمل نمی کردن دونها. میدونستن، ولی عموم مردم کوفه نسبت به ابو موسی اینجوری فکر نمی کرد. حتی یه روزی ابو موسی به عمار گفتش که بابا من داداشتم و مؤمنین برادرن، چی هر جا میری چیزی در مورد ما میگی، هی مثلا زیرا به ما رو میزنی، مثلا چون عمار دنبال این بود که افشاگری کنه دیگه. گفت آخه من روز جمل، منظورش همون شبیه که شتر پیغمبر رو میخواستن بنزن پایین، من روز جمل دیدم پیغمبر تو نفرین کرده. گفت نه، پیغمبر بر من استغفار کرد. عمار گفت من نفرین رو یادم و دیدم، استغفار یادم نمیاد. یعنی اینا سعی میکنن چیکار کنن؟ توجیه کنن. بعدن هم که تو ماجرای حکمت انشالله یه عمری بود و رسیدیم، چون خیلی بحث مفصلیه، یه خیانت هایی صورت گرفت به نفع معاویه، اونجا باطن خودش رو کرد. معاویه خیلی خلاصه از جهت مالی به خاندان ابو موسی رسید و ایشون کسی که با امیرالمومنین بعدها اینقدر دعوا شد، وقتی وارد میشد به معاویه میگفت السلام علیک یا امین الله، به معاویه ای امین خدا، یا السلام علیک یا امیر المومنین. معاویه هم پول میداد ولی ابو موسی رو زیاد تحویل نمیگرفت از جهت اعتباری، گفت مثلا و علیک. وقتی ابو موسی رفت گفت به خدا آمده بود یه پستی چیزی بگیره، ولی من دو روزم به او پست نمیدم، پول میدم. حتی به پسرش یزید گفت خاندان ابو موسی رو حواست باشه، خدمت کردن به ما، ولی پست نه. حالا اون بحث مفصل. پس این شخصیت یه عقبه و عرض کنم سابقه ای داره، کارگزار خلفا هم بوده، مورد پسند امیرالمومنین حالا میخونیم نیست، اما از اون طرف کارگزار عثمان هم نیست. یادتون باشه عرض کردیم مردم کوفه وقتی سال آخر حکومت عثمان شهر رو به هم ریختن، پسر عموی عثمان رو بیرون کردن و گفتن که ما خودمون یه شخصی از یمنیای همشهری خودمون رو میخوان. بله بله بله. حاکمیت و فشار رو بردن که ما خودمون انتخاب کنیم و خلیفه اون روز ابو موسی رو انتخاب کرد. در واقع ابو موسی یه جوری مرضی الطرفین شد، مردم کوفه قبولش داشتن، منتخب مردم بود، حاکمیت بله قبل از امیرالمومنین رو قبولش داشت. لذا امیرالمومنین همه کارگزاران قبلی رو عزل کرد، ابو موسی جز کارگزاران اصیل خود خلیفه نبود. ولی مورد پسند هم نبود، مورد پسند خود حضرت نبود.
میخواست او رو عزل کنه که استثنایی باقی نمونه. عبارت حضرت رو بخونم تا یه تحلیلی که شاید انشالله نوعه خدمت عزیزان تقدیم کن. به حضور مبارک عزیزان که حضرت فرمود، این در اعمالی شیخ مفید فرمود، والله ما کان عندی مؤتمنا ولا ناصحا. ابو موسی برای من مورد امانت و اینا نبود، بهش اطمینان نداشتم، پس نباید انتخاب میکردم. بله. ولا ناصحا، دلسوز نمیدونستم او رو. ولقد کان الذین تقدمونی استولوا علی مودته، قبلیای من به خاطر اینکه دوستش داشتن، دوست داشتن او رو بیارن سر کار، که ما مختصرا عرض کنیم، و ولوه و سلطوه، او رو به پست گذاشتن زمان خلیفه قبل از من، و او رو و سلطوه بالامره علی الناس، و او رو حاکم کردن بر مردم، چون کوفه، یعنی کوفه و نصف ایران امروز، یه ثروت هنگفت، یه قوت و قدرت بسیار زیاد. ولقد اردت عزله، من میخواستم عزلش کنم، فسألن الاشتر فیه ان اقره، مالک اشتر اومد گفت آقا میشه نگرش دار که بنده توضیح میده، فاقرر تو، منم نگهش داشتم، الا کره منی، من راضی نبودم، مجبور شدم، مصلحت دیدم. خب اگر کسی نگاه تکبودی داشته باشد بگه بفرمو یه کارگزار غیر صالح از دارم میرم، پس این حکومت، نه آقا، اینجوری نگاه صفر و صدی نمیشه. انشالله امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن اوضاع شاید فرق کنه، انشالله. تو شرایط عادی نمیشه توقع داشت که هیچ خطایی صورت نگیره، خطا هم که مولا امیرالمومنین نیست، تازه اینم خطا نیست. بله. ولی بالاخره کارگزاری که مورد از نگاه ما خطاست. بله. از نگاه خود حضرت هم خطاست. ولی شرایط رو نگاه میکنه که من توضیح میدم. فرمود تحمل تو علا صرفه ایمن بعد. تحملش کردم تو بالاخره وقتی بخوام ورش دارم. درست شد. که خلاصه این ابو موسی رو که الان توضیح میدم چرا. ابقا شد. ولایت کوفه. که الان این نکته داره که چرا. ولی چون در اون چند ماهی که گذشت ماجرای جمل شد که ما انشالله بعدن میرسیم و ایشون سعی میکرد مردم کوفه نرن در سپاه حضرت، کارشکنی کرد. از مردم زیر دست خودش، از حاکمیت های کوچکتر، چون ایشون عرض کردم نصف ایران امروز و کوفه و اطرافش دستش بود، شهرداری ها و استانداری های کوچکتر که زیر نظرش بود و نمیخواست بیعت بگیره برای امیرالمومنین. یعنی کارشکنی میکرد. مثلا اشعث در آذربایجان بود، بیعت نگرفته بود برای امیرالمومنین، تا بعدن امیرالمومنین چیکار کرد؟ ابو موسی رو عزل کرد، دونه دونه بیعت گرفت. بله، تا اون رو هم دوباره عزل کرد. یعنی چون کارشکنی کرد و مردم کوفه، بعدن توضیح خواهیم داد انشاءالله تو بحث جمل، و الحمدلله آقای حسینی هم مفصل دو سه جلسه جملو الحمدلله بیان فرمودن، اونجا امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی مردم کوفه شرایط رو دیدن تازه او رو عزل کرد. حالا سوال، چرا امیرالمومنین ابو موسی رو ابقا کرد؟ تو ذهن مالک اشتر این بود که حالا امروز شاید به خود ما نامنظمی کنیم وقت رو، ولی این بحث اینجا ناتمام میمونه، من اصلا بحث یه جایش رو زدم که به اینجا برسیم. مالک چرا اومد به امیرالمومنین گفت؟ اگر فکر میکنید میتونیم مستقل بعد از قرآن بهش بپردازیم، بذاریم بعد از تلاوت قرآن اگر موافقید. بله، خیلی خوب، این هم پیشنهاد خوبیه، بذاریم بعد از تلاوت قرآن انشالله به این بخش مستقلن حاجای کاشانی بپردازند. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. پس بدون فوت وقت مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و فضای برنامه‌مون رو منور میکنیم و متبرک میکنیم به آیات وحی. صفحه 307 قرآن کریم قرار امروز دوستانمون خواهد بود. انشالله این آیات رو تلاوت بکنیم و یاد بکنیم از امیرالمؤمنین یعصوب الدین و انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. باز میگردیم انشالله با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما در این دقایق باقی مونده خدمت ها جای کاشانی هستیم. این نکته‌ای که قرار بود بفرمایند و انشالله خواهند فرمود دلایل ابقاء ابو موسی اشعری و بعد انشالله نکته قرآنی را نشنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ابو موسی اشعری از نگاه مردم کوفه دزد نبود، خائن نبود، ضعف اعتقادی نداشت از نگاه مردم کوفه. بله. افکار عمومی میگفت او کسیه که ما خودمون از حاکم قبلی خلاصه یه جورایی پوهن گرفتیم و پسر عموی او رو اخراج کردیم، این که همشهری و یمنی است از ما عربهای کوفه هست که همه یمنی بودن اینو خودمون آوردیم. رو این حساب مالک اشتر اومد و امیرالمومنین عرض کرد که آقا شما اگر اینو عزل کنی مردم کوفه به شما بدبین میشن، میگن ما این همه سال حاکمان غیر هم نوع خودمون و هم سنخ خودمون داشتیم، این یکی و زورکی گرفتی. حالا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که اومده بازم او در واقع چیکار کرد؟ یه جورایی به ما تحمیل کرد. ذهنشون در واقع دوچار سوال و ابهام میشه. حضرت اینو نپذیرفتن. چرا؟ چون بعدن که ابو موسی تو ماجرای جمل خواهیم گفت انشاءالله خطاهایی کرد و حضرت خواست او رو عزل کنه، به مالک فرمود من از اولم رو قبول نداشتم، کمان که قبل از قرآنم خوندیم حضرت من او رو مورد امان و امنیت و اینا نمیدونستم، او رو ناصح و دلسوز نمیدونستم، از رو اجبار من گفتم که اون رو قبول نداشتم. بعد حضرت فرمود خودت خراب کردی، به مالک خودت هم برو درستش کن. مالک اینجا برای دلسوزی به امیرالمومنین عرض کرد که آقا ذهنشون نسبت به شما خراب میشه. ولی برداشت تغییر اینه که امیرالمومنین به این دلیل که ذهن مردم خراب میشه او رو ابقا نکرد، بلکه دید ذهن مردم نسبت به مالک خراب. خوب دقت کنین چه عرض میکنم. امیرالمومنین میخواست شخصیت مالک حفظ بشه. مالک کی بود؟ عرض کردیم مالک کسی بود که به همراهی عمار اون در واقع تظاهرات مردم کوفه که باعث شد سعید بن عاص عزل بشه
توسط مالک رهبری شد و مردم کوفه مالک رو کسی میدونستن که حاکمی که ما میخواستیم از حکومت در واقع پوئن و امتیازش رو گرفته. حالا درسته مردم کوفه به ابو موسی رأی دادن ولی گفتن فرماندهی کار با مالک بوده. و باز عرض کردیم مالک کی بود؟ کسی بود که وقتی مردم سراغ طلحه داشتن میرفتن بیعت کنن، مالک سخنرانی کرد و عمار سخنرانی کرد، مردم برگشتن به امیرالمومنین در واقع بیعت کرد. یعنی اون جایگاه، یه جایگاه بزرگی داشت مالک. بله، مردم کوفه هم از همشهریشون مالک توقع داشتن از این خواسته عموم چیکار کنه؟ حمایت بکنه. حضرت دیدن اگر بخوان اینجا ابو موسی رو ابقا نکنن، این تحلیل عقیده، جایگاه مالک توی کوفه آسیب میخوره. یعنی مالک اومده بود در واقع واسطه شده بود برای ابقای ابو موسی. مالک برای دلسوزی این کارو کرده بود که امیرالمومنین مثلا بین اینا خراب نشه، خدای نکرد. ولی امیرالمومنین دید که اگر مالک این توقع مردم رو قبول نکنه، بعدن فرماندهی لشکر دیگه جایگاهش رو از دست میده. مالک کسیه که تو جنگ صفین وقتی یه طرف سپاه حضرت سمت راست پاشید داشتن فرار میکردن، مالک وقتی رفت گفت وایسید، با اینکه ترسیده بودن برگشتن و این جایگاه نباید بشکن. امیرالمومنین گاهی برای یه کارگزار ارزشمند سینه سپر میکنه. یکی از کارهای رهبر جامعه اسلامی اینه حفظ این مهره ها و سرداران، باید نگاه کنه حفظ بشه. بله. این تحلیل از کجا من به دست آوردم؟ چون حضرت فرمود به مالک تو گفتی او رو ابقا کنیم جایگاه من خراب نشه، من اینو قبول نداشتم. خودت خراب کردی، خودت برو درست کن. یعنی من اون تحلیل رو قبول نداشتم، پس به چه دلیل این کارو کردم؟ مالک هم که اجبار به حضرت نکرده که بگیم امیرالمومنین در اجبار پذیرفته. میمونه این که خود مالک باید حفظ میشد. و این جالبیه و لطیف. و بالاخره شش ماهی چند ماهی ابو موسی هم میشه کارگزار امیرالمومنین. بله. این بحث رو ادامه میدیم یا تموم شده بحث کارگزار؟ این بحث ان شاء الله هفته های بعد ادامه داره. البته مشورت میکنیم ما برای نوکری مردم ساعت‌ها غیر از مطالعه فکر و مشورت باید بکنیم که حوصله عزیزان سر نره. نکات مهمتر خیلی بحث ها. سخت و پیچیده‌ای هم هست و بیانش تو اون برهه‌های تاریخی، انتخاب نوع ادبیاتش، همه اینا حساب شده، فکر شده و خدا خیر بده با آقای کاشانی عزیزمون، آقای رکنی و همه دوستانی که مشورت میدن و هم فکری میکنن. خدا به همه سلامتی و خیر و برکت. سلامت باشید. خیلی در این آیاتی که تلاوت شد یه نکته بسیار بسیار مهمی است. حالا این آیات در مورد حضرت مریم سلام الله علیها که اون عفیفه پاکدامن عظیم الشأن وقتی برمیگرده بدون شوهر با یه فرزند، میان یه حرف زشتی میزنن که نه پدر تو اهل این کارا بود نه مادر تو اهل این کارا بود، این چه وضعیه؟ ممکنه تو ذهنشون هم این بود که خودمون با چشم خودمون دیدیم مریم شوهر نداره، این بچه از کجا اومد؟ قرآن میخواد بفرماد که یکی از دلایل، یکی از نکات این آیات اینه که گاهی شما یه چیزی با چشم خودتونم میبینید ولی واقعی نیست. لذا در آیه دیگه در قرآن کریم میفرماد و به قولهم و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. همیشه همون جوری که ما فکر میکنیم نیست. گاهی ما به راحتی با یه خبر، با یه شنیده، آبروی یه نفر رو لکه‌دار حساب شده، خائن، یعنی عدالت خواهی به این نیست ما به راحتی نسبت بدیم که آقا ما خیلی طرفدار پاکدامنی هستیم پس همجوری یه چیزی بگیم. یه درصد هم احتمال بذاریم حسیر خلاصه واقعه و اون وقایع اونجوری که ما فکر میکنیم نباش. این هم نکته دقیق و اخلاقی هم بود که از این آیات استفاده شد. خیلی خوب، ما این هفته قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب حنظله ابن ابی عامر صحبت بکنیم. نکاتی رو شنیدیم، نکته های حاجی کاشانی هم شنیدنش خالی از لطف نخواهد بود و انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد جناب حنظله نکاتی هست عرض کنم خدمت شما عزیزانم فرمودن. یکیش اینه که حنظله شخصیتیه که این قسمتشو فرمودن که از بستگان درجه اول او، پدرش، پدر خانومش، اینا از سران کفر و نفاقن. ولی این خیلی عجیبه، یه نفر در جوانی انقدر به اسلام علاقمند بشه، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله میخوای بالاخره من با بابام در ارتباطم، بابام هم که رئیس ایناست، میخوای به خدمت بابام برسم؟ دقت میکنی؟ و پیغمبر هم قبول نکردن. یعنی این که کسی که رو از میان برداره، بله، کسی که در راه دفاع از دین اینقدر
اهل استقامت و همراهیه که از همه الگوهای خودش حتی از پدرش حاضر بگذره. این یه نکته. یه نکته هم خیلی جانسوزه که بنده جاهایی خیلی مفصل گفتم، الان فقط اشاره میکنم. عزیزان که خاطرشون باشه، ما جلسات متعدد به تخریب پیغمبر اکرم و اهل بیت پرداختیم. سال 61 سید الشهدا قیام کرد، هیچ یک از مردم مدینه با او همراهی نکردند. سال 62 پسر حنظله قیام کرد، شد واقعه حره، هزاران هزار نفر به او پیوستند. چون قیام او رو خوب، اونم قیامش علیه یزید، قطعا شکست خورده بود از قبل، اصلا هیچ وقت مدینه توان عرض کنم موازنه قدرت نظامی در برابر شام رو هیچ وقت نداشت. ولی مردم به او نگفتن که نرو میکشنت، بلکه او همراهی کردن و هزاران نفر کشته شدن. چرا پسر حنظله طرفدار پیدا کرد؟ چون حنظله عظیم الشأن بود و شهید احد بود. تنها شهیدی بود که مسله نشد به خاطر اینکه باباش رئیس کفار بود. این یه دونه رو گذاشتن کنار، بقیه بدنهای مطهر شهدا رو نستجیرو بالله متاسفانه تکه تکه کرد. چون که باباش یادگاری احد بود، عبدالله انقدر جایگاه داشت مردم آورد تو صحنه. سیدالشهدا که قابل قیاس با عبدالله نیست، پدرش هم قابل قیاس با حنظله نیست، بله، انقدر در دوره سیاه بعد از رسول خدا تا دوره بنی امیه و اینها اینقدر کوبیده بودن، تخریب کرده بودن، قبل مبارک امیرالمومنین مخفی بود، که سیدالشهدا وقتی خواست قیام کنه متاسفانه مردم مدینه همراهی نکردن. و اون آثار اون نکاتی که در تخریب میگفتیم یکی اینجا خودشو نشون داد. آقا خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی از توجه و همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. آقای کاشانی دعا بکنن و ان شاءالله خداحافظی بکنن. از خدا میخواییم که به حق شهدای اسلام عاقبت ما رو ختم به خیر و ختم به شهادت انشاءالله قرار بده. انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا فردا که انشاءالله به حضور جای سعیدی خدمتتون خواهیم رسید. متشکرم از ازتون. سلام. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن شيئا